خبر فوق العاده عاجل، اکمالات نیروهای جبهه مقاومت ملی توسط هلیکوپترهای بلک هاک و انتقال پیلوت های اسیر شده به مکان امن. سلام، درود به کانال ادلا رسانی ما، خوش آمدین. مشروع خبرها، ابتدا به یک خبر از بامیان میپنداریم. روزنامه سابق کابل می نویسد منابع مردمی در ولایت بامیان تایید می کنند که افراد طالبان 9 نفر را به شمول 2 زن در این ولایت با مقدار داروی بیهوشی بازداشت کردند. یک منبع به روزنامه سابق کابل گفت که این افراد روز گذشته دوشنبه 2 اسد در ساحه کرمان ولسوالی پنجاب ولایت بامیان از سوی طالبان بازداشت شدند. این در حالی است که گذرگاه واخان از مربوطات ولسوالی واخان ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان است که کاملا یک مسیر تاریخی و باستانی برای تجارت بین دره ولسوالی خونزای پاکستان و ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان می باشد. در همین حال گزارش های شده است که به دلیل اهمیت تاریخی و استراتژیک این گذرگاه، ارتش پاکستان و اداره اشتغال مرزی پاکستان تصاحب اجباری این منطقه را از مردم محل آن آغاز کرده است. با وجودی که سازمان اشتغال مرزی پاکستان قبلا هم کنترل یکی از روستاهای این منطقه را در نزدیکی گذرگاه واخان به دست گرفته بود، با این وجود مردم محل از غصب و تصرف اجباری بیشتر این زمین ها توسط ارتش پاکستان نگرانی های زیادی دارند. همچنان این در حالی است که مجیب الرحمن ضیا در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد چرخبال های قطعات کماندوی مقاومت ملی در سرکوهای هندوکش، انتقال پیلوت های اسیر شده به مکان امن. اکمالات جبهه مقاومت ملی توسط چرخبال های بلک هاک در بلند های هندوکش. تشکر از اینکه تا کنون کانال ما را بیننده بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. تا درود دیگر، بدرود.